خب دوره ویژه دارم خدمت همه شما دوستان و سروران عزیز خیلی سپاسگزارم که به برنامه امروز توجه میکنید میدونید در این چند روزی که گذشت خیلی سر شد بر سر دعوایی که در بین شورای شهر ارومیه رخ داد زمانی که ببخشی من دارم میرم توی توییچ که ببینم چه خبره بله که کامنت های اونجا هم داشته باشم دعوایی بود که در شورای شهر ارومیه رخ داد و آقای محمد حضرتپور یعنی شهردار ارومیه همین شخص که دارید در کنار من تصویرش رو میبینید به ترکی جلسه رو میبرد جلو و یکی از اعضای شورای شهر که آقای خالد حاتمی باشه و اگه اشتباه نکنم نامشا بله آقای خالد حاتمی عضو کرد این شهر به حق میگه که آقا جان خواهشن به زبان فارسی بگید که منم بفهمم چی میگید البته آقای خالد حاتمی خودشون هم از کسانی هستند که جریانات قومگرایی رو خیلی بد وقت و گویا جلو میبرن و همینجا هم در تصویر که با لباس قومی کردی نشستن مثلا در برخی از جلسات و جاهای دیگه اما اینجا اعتراضشون خب کاملا به حق طبق قانون اساسی تمام جلساتی که برای مسائل شرح انجام میشه در راستای قانون انجام میشه نشست ها در تمام ادارات ایرانی بایستی به در تمام استان ها اینا باید به زبان پارسی باشه خب ایشون اعتراض میکنه اعتراض ایشون به حقه و آقای محمد حضرتپور شهردار ارومیه با وقاحت میگه که من به طور به فارسی نمیتونم منظورم رو برسونم و, و اینکه تو ترکی بلد نیستی مشکل تو عجب حرام لقمه ایست واقعا بقا حتی نگاه کنید چگونه دارن جنگ قومیتی رو در سطح دولت میارن به کار و میخوان ماها رو به جون هم بندازن اولا فیلمش رو با هم همتون دیدید تو این چند روز واقعا باعث تاسفه ولی یه بار دیگه هم به این در این برنامه نگاه کنید برای کسایی که تو جریان نیستن که این آقای خالد حاتمی است بالا میشه اعتراض میکنه با هم دیگه فیلمو داشته باشید <تصفح>

میگه چاره من چیه میگه شما برو بیرون اگه چاره چیه ببینید واقعا جای تاسف داره یه همچین چیزهایی یه همچین اتفاقاتی در کشورمون من قبل از اینکه به خود موضوع بخوام بپردازم در مورد آقای محمد حضرت پور با من باید یک سری افشاگری کنم ایشون یکی از اولا که شما قاضی پور اگه طالب امروز شنیدید ایشون پدرخوانده جریانات تجزیه طلبی در ارومیه است و با این وقاحت به این عضو شورای شهر که کرد هم هستن توهین میکنه واقعا شرماوره خیلی ببینید اینه که فردا من بهتون میگم زبانهای محلی پدر ما رو در همینه در یک شهر که آقای خالد حاتمی هم اونجاست نمیتونه زبون بقیه رو بفهمه و اون فردی که اونجا شهر داره شهره میگه که من فارسی نمیتونم خوب صحبت کنم و حق مطلب رو ادا کنم اگر نمیتونی که حالا خودش بحثی اصلا تو چجوری جو شهردار یکی از مهمترین شهرهای ایران و استانهای ایران شدی تو اصلا برای چی رفتی تا اون مقامهای بالا باید بریم بریم یقه کسایی که به تو نمره قبولی دادن تا به اینجا برسی رو گرفت که خودش یک موضوع جدا است اما این اینها افرادی هستند که دارن به صورت سازماندهی شده بحث تجزیه طلبی رو در ارومیه جلو میبرن همین آقای محمد حضرت پور البته بگم کارهای عجیب و غریبی زیاد کرده در نوروز امسال در آستانه نوروز امسال یعنی در اسفند 1397 ایشون میاد و خانه سه تا از معلولین ذهنی یک مادر و دو فرزندش دختر و پسرش رو که به سیستی گویا یه خونه به اینا داده بود و میاد و این سه تا معلول ذهنی رو از خونه میاره بیرون و کل خونه رو تخریب میکنه به عنوان اینکه آقا اینجا مجوز نداره ببینید این تفلیا رو یعنی آدم جیگر آتیش شاتیش میگیره بیاید نگاه کنید با معلولهای ذهنی در کشورهای اروپایی چه برخورد های مناسبی چه امکاناتی واقعا اینها هم باید بگیم دیگه حالا ما که قسمتهای سیاه قرب و برجسته می به شما نشون میدیم اینها هم باید بگیم واقعا رسیدگی به معلولین ذهنی در کشورهای اروپایی خیلی بالاست اون وقت در کشور ما این آقای محمد حضرت پور پانتورک حرام لقمه ضد ایرانی تجزیه طلب که شهردار شهر ما شده شهردار ارومیه شده میاد و این سه معلول ذهنی رو از خونه میندازه بیرون و خونهشونو اینجوری تخریب میکنه خدا رو خوش میاد خب ببینید این کار رو میکنه البته بعدش هم به غلط کردن میفته بعدش هم مجبور میشه معذرت خواهی و اینا یکی دیگه از کارهای ایران ستیزانه ایشون در بازی والیبال جهانی بود که خیلی جالب بود اولا پرچم ایران همون پرچم جمهوری اسلامی با همون نشانه برحالان رو هر حالا هر هر چی اسمشو میخواد بذاره با همون پرچمی که مال جمهوری اسلامی است و محدود میکنه ورودش به استادیوم و خودش پخش نمیکنه و اجازه نمیده کسی اونجا پرچم ایران حالا پرچم جمهوری اسلامی میخواید بگید یا هرچی به هر حال در این حوزه نامش میشه پرچم ایران اجازه نمیده این پرچم فروخته بشه آنچنان و کسانی هم که پرچم میبرن خودشون خود جوش میبرن و البته ایشون محدودیت های زیادی میاره اون چیزی که شهرداری میده بیرون این است که دست مردم میبینید و برای من خیلی جالبه تو این عکس بهتره اولا اورمیا رو نگاه کنید چی نوشه اورمیا اورمیا یعنی چی ارومیا است نوشته اورمیا بعد نوشته وست آذربایجان نگاه کنید چهجوری نوشه آذربایجان رو به سبک تجزیه طلبان نمیشه با تلفظ باکویی ها نوشته. نوشه آذربایجان آذربایجان نه آذربایجان و خیلی جالبه به جایی که یه چیزی از ایران باشه نوشه شهرداری ارومیه خودش اینو چاپ کرده و نکته که جالبه هر کی ندونه فکر میکنه این پرچم ترکیه است چون در پرچم ترکیه فقط قرمز و سفید دیگه چیزی که دست مردم میده بابت بازی ها اینن شبیه پرچم ترکیه است نه پرچم ایران و شما هیچ نشانی از پرچم ایران نمیبینید حالا جالب نشان خود تیم تراکتورسازی سازی رو در زمان پادشاه فقید که تشکیل شده بود دیده بودم دور تا دور اون نشان پرچم یا نشان سمبل تیم تراکتور سازی پرچم ایران بوده ولی الان دیگه اونو ورداشتن برداشتن آدم احساس میکنه این پرچم ترکیه سمبولی از ترکیه است نگاه کنید اورومیا و آذربایجان اصلا ارومیا است این ارومیا یعنی بعد تو اصلا یعنی چی این پرچم خب ببینید اینا بعد پرچم ایران خودش نمیاد پخش کنه تازه جلوی کسایی که اونجا میخواستن بفروشن و به صورت غیر هوشمند میگیره یعنی میاد در حقیقت با های مختلف جلو دست ها رو شهرداری میگیره که پرچم کشورمون و اونجا نفروشن خب این آقایون نمیبینن اینا در پناه یعنی این جریانی که وجود داره که الان هم در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی هم خیلی نمود پیدا کردن اینها میرن پشت رهبری پشت آقای خامنه چهار تا رهبر و مقام معظم رهبری میگن چهارتا میگن خون شهدا و این جو حرفا ببین اینا فرقشون با آقای ابی و یغما گل روی چیست همین آقای محمد حضرت پور حرام لقبه من مطمئنم اینا بچه پدر مادرش هستن قیافش نگاه کن بی شرف همین آدم از اون افرادیه که تا صحبت میشه مثل اون قاضی تخم حرام فورا میگه آی شهدا ببخشید من اینا رو چیز میخوام من نمیتونم جلو خودم بگیرم واقعا آدم خونش به جوش میاد شروع میکنن آی ببخشید شهدا خون شهدا ما برای خون شهدا شما فرقتون با یغما گل روی آقای ابی که دائم الخم بود در همین جنگ ایران و عراق دومش گذاشت کوکولش در زمانی که جوانان ما کشته میشدن آقای ابی کنسرت میذاشت پول رو پول میذاشت و پولا هم البته خرج اعتیادش میکرد و غیره شما فرقتون چیه اون از نام شهدا سو استفاده میکنه شما هم همینطور و متاسفانه اینها یکی دوتا نیستن بحث تجزیه طلبی در درون نظام خیلی بحث جدی است اینا مجلس گرفتن دارن پست ها رو میگیرن دارن تمامی جاهای دولتی رو اشغال میکنن در نبود آگاهی ملی در نبود اینکه ببینید وقتی که یک حکومتی متاسفانه حالا ما اینا رو میگیم بعضی از دوستان مذهبی رگ گردنشون کلف میشه اصلا نمیفهمند یه جایی یه جایی رو فهمیدن یه جایی رو نفهمیدن یه جایی رو فهمیدن در برابر این ایستادگی در برابر فرهنگ غربی و غیره و اینا رو یه مقدار فهمیدن تازه همون هم از اون ور بوم افتادن چه با بدترین روش ممکن میخوان مقابله کنن با فرهنگ غربی بگیر و ببند و گشت ارشاد و ستاد فضولی در کار مردم امر به معروف و نهی از منکر و اینها دارن تازه برخوردهاشون هم اشتباهه از یک سو دیگه نمیفهمن وقتی شما یک گفتمان مذهبی غیر ایرانی رو خیلی میای در داخل کشور بلش میکنی خواه یا نخواه زمینی رو برای به وجود آوردن باکتری جریان تیک خواه جریان جدایی طلب جریان تجزیه طلبی فراهم میکنی شما برید الان دعوایی که بین آقای حضرت پور و آقای خالد خاتمی در شورای شهرتا این اولشا یعنی اگر دستگاه های امنیتی و مسئولین این کشور به این مسائل رسیدگی نکنن و این آقای حضرت پور از پا دار نزنن ببینید بزرگترین گناه گناهی است که شما حمله کنید به زبان ملی یک کشور آقای حضرت پور حمله کرده به زبان ملی یک کشور صدها برابر از کسانی که دانشمندان هسته ما رو ترور کردن آقای حضرت پور خطرناک تره. چون اون اومده یه دانشمندی رو ترور کرده و این مملکت بالاخره دانشمندان دیگری از دامانش خواهد پروران ولی اینکه شما زبان یک پارچه کشور بزنی همه چی از به همه چی زبانه بهتون گفتم زبان پارسی از بمب اتم مهمتره اگر امروز پاکستان و قسمتهای خیلی خود هند زبان پارسی رو شما اونا فارسی صحبت میکرد هنوز سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است اگه بود الان خیلی اوضاع منطقه متفاوت بود اگه مردم عراق به زبان پارسی سخن میگفتن خیلی الان مردم عراق دارن میرن بچه های هشتال شعبی اینا دارن تلاش میکنن فارسی یاد بگیرن اون وقت این مردک که خیکی اونجا بالا میشه میگه که من فارسی بخوام صحبت کنم نمیتونم خوب ادا کنم طبق قانون اساسی اصلا تو نمیتونی شهرداری یک ارومیه باشی بخاطر فارسی بلد نیستی آخه کجای دنیا در همه دنیا آقا جان شما باید زبان ملی کشورت بلد باشی میخوای نمونه اگر مثلا کانادایی رو بیاری که دو زبان از فرانسه و انگلیسی بابا اینا کشورهای فیک قربونت برم اینا اصلا کشور نیستن که کجا کانادا کجاست من نمیدونم کشوری وجود نداره به اسم کانادا منطقه داره وجود داره به نام کانادا که چینی و هندی و هر کسی دارن توی زندگی میکنن به عنوان کشور ملیت اصلا اینا شوخی است تازه همین هم دو تا زبانه. با زبان زبان سوم و دیگه برش اگه بخواد آقا به لیلی همه بذاره که اینجا ما با هزاران زبان مواجه میشیم شما وقتی یک زبان باشه به پیشرفت میری یا اینکه هر محله یک زبان داشته باشه و, و محله به محله زبان همو نفهمن ببینید سیانت از زبان پارسی در چارچوب قانون اساسی این وظیفه مسئولین و کسانی است که دارن تدوین قانون اساسی میکنن و نظارت بر و سیانت بد بکنن یقه این آدم باید گرفته بشه ایشون مجرمه در هر جای دنیا بود ایشون مجرم بود ایشون در سوئد اگه همین هرچون در سوئد ما چندین زبان محلی داریم ولی همه موظفن به تکلم زبان سوئدی و اگر کسی بخواد زبان مثلا محلی های شمال سوئد رو به کار ببره در پارلمان سوئد دهنش رو سرویس میکنن شوخی ندارند از بابا شما نمیتونید از کشورهای دموکراتی که خودشون متولی دموکراسی هستند دموکرات تر باشید در خود فرانسه در خود بلژیک اینا حالا تو بلژیک هم دو،, دو زبانه یا سه زبانه اصلا حضور ذهن ندارم میدونم فراتر از یک زبانه ولی در فرانسه در انگلیس ها خیلی از جاها شوخی ندارن به خدا یعنی طبق قانون اساسی آقای محمد حضرت بور باید خلع شغل بشه ایشونو باید دهنشو قشنگ آسفالت بکنن ازش بپرسن آقا تو که زبان پارسی نمیدونی که میدونه تخم هرون که کامل بلده. کلی ویدیو ازش هستش که فارسی رو مثل بر همشون هم میگن ما فارسی بلد نیستیم همشون هم تمام این پان کوردار رو من دیدم پان تورکار رو دیدم میگن ما فارسی بلد نیستیم ولی همشون فارسی رو از من و شما بهتر بلدن وظیفته ببین من وظیفه هم نیست زبان بیگانه ترکی رو یاد بگیرم حتی من وظیفه هم نیست زبان کردی که یکی از شاخه های عوستایی رو یاد بگیرم ولی وظیفه توی عزیز کرده وظیفه توی عزیز آذریه من همسرم آذریه بارها گفتم مادرم گیلانیه وظیفه تو گیلانی عزیزه که فارسی رو یاد بگیری و این یکی از اون دلایلیه که من طرفدار جریان فکری استاد کسروی ام اگر نمیدونی حرف من چیه میگی هر کی با زبان خودش رو داشته باشه اینقدر احمقانه داری برای خودت مسئله سطحی نگاه میکنی برو اتفاقاتی که سر همین زبان در تجزیه کشورهای بالکان پیش اومد و یوگسلاوی مرحوم الان به گونه شده که ما بهش میگیم مرحوم دیگه نیست وجود خارجی نداره و یوگسلاوی به هفت کشور تقسیم شد برو بخون ببین چه درگیری هایی داشتن برو ببین همین درگیری که آقای حضرت پور با آقای خالد حاتمی داره که البته در اینجا این عزیز کرد ما در جایگاه حق بود حالا با چه نیتی الان نیت خونی نمی کنم. ولی به هر حال دمش گرم بالا میشه حالا اگه دعوای اینم قومیه حالا اگه زبون کردی بود آقای خالد حاتمی بلند میشد باز مثلا به اون چیز شورا بگی آقا جان اینجا شاید بعضی یا کردی بلد نباشن شما فارسی صحبت کن آیا این کارو میکرد آقای خالد حاتمی یا نه من نمیدونم ولی در اینجا این ویدیو حق با آقای خالد حاتمیه و اینجا اون پانتور که گوش دراز داره مسائل رو چیز میکنه نفرت قومی به وجود میاره و جنگ قومی را میندازه من برای ارومیه خیلی نگرانم در آینده چون جنگ از بخش دولت مردا آغاز داره میشه و میخواد به پیدا کنه به بخش جامعه ما در اتفاقات تجزیه کردستان دیدیم یک جوان کردی اومده بود در اتوبوس داشت مثلا یه سری لوازم دستی میفروخت و یه خانومی اونجا بهش حمله میکنه میگه که به ترکی بهش فوش میده اینا و این جوان به فارسی میگه من نمیفهمم فارسی صحبت کن بفهمم و این میگه نه تو الان تو ارومیه هستی و باید ترکی صحبت کنی فاجعه است یعنی اگر جلوی این قضایی ها گرفته نشه و محکم زبان زبانهای محلی است به این وقتی که یک حکومتی از اون ور بوم میافته بابت فشار جریانات دلال حقوق بشری که بهش فشار میارن بهش میگن آی تو نقض حقوق بشری تو فلانی خب بالاخره این حکومت هم در جاهایی که انقدر بحث فقط بحث مذهبش براش مهمه فقط محکم وایستاده رو بحث اسلام و شیعه و اینجور چیزا اصلا نمیفهمه کلیت ایران داره از بین میره با این حرفا و این به خاطر که حالا در عمل در زای گفتار میگه که ما محل نمیدیم به این دلالای حقوق بشر و غربی و اینا ولی در عمل جمهوری اسلامی حالا ما ایناری که میگیم آقا در چهار قرن گذشته قوی ترین قدرت نظامی رو جمهوری اسلامی برای ما آورده بذارید اعتراف کنیم در چهار قرن گذشته جمهوری اسلامی بیشترین باجا در این حوزه زبان و در حوزه های بحث های تجزیه طلبی به جریانات ایران ستیز داده قربونت برم دیگه صدای آقای خامنه ای در اومد دیگه گفت ولنگ باز شدیم در تعصب بود در زمان شاه روی زبان پارسی ما در زبان شاه این بحثا بود ولی در نطفه خفه کرده بود پادشاه فقید و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه از تیغ حملات جریانات دلال حقوق بشری قرب نشینه اسم حقوق بشر میزنن هر کدومشون میگیرن زناشون رو کتک میزنن اینا رو توی آمریکا زناشون رو کتک میزنن یکیشون همون مال فرشگرد بود یکی دیگهشون همین مردک چیه توی من تو میره بگید دیگه, دیگه علی جانی دم از حقوق زنان میزنه زنه, زنه رو انقدر بهش بیحرمتی کرد و کتک زد زنه رفت ایران و این سکته کرد آخر از دست این مرد مرد و شاهد این توهین های آقای علی جانی به خانومش خانم فریبا داوودی مهاجره که اصلا داستانشون اصلا جداست و اینا برید آمار بگی اینا که دم از حقوق بشر میزنن چیکار میکنن با خانوم خودشون یا خانماشون چه کسافتکاری کاری میکنن علی شوهراشون و اینا کاری نداریم جمهوری اسلامی چون از شر این جریانات بخواد رها بشه بیشترین باج به این بحثای تجزیه طلبی داده برای هر استان یک تلویزیون را انداخته که با زبان محل در مازندران شما میزنید کانال مازندران داره به مازندرانی حرف میزنه در گیلان میزنی دارم گیلان میگم دیگه دیگه یقم نگیرید دیگه مادرم گیلانیه میزنی گیلان یه به زبان گیلکی داره برنامه پخش میکنه در آذربایجان که همسرم آذریه اونجا میزنی میبینی که به زبان آذری داره پخش میشه در کردستان که چند تا کانال و اینا به زبان کردی تازه وقتی که اینجوری باج بدی وقتی الف رو بگی بچه رو میزنن میگن بگو الف نمیگه میگه چرا میگه میدونم ورش میخواید به من بگید بگو به ت تا یه ببرید وقتی جمهوری اسلامی الف رو میگه قاضی پور حرام لغمن پیدا میشه میگه نه ما تلویزیون سراسری ترکی میخوایم بله وقتی که برای کل استان آذربایجان شما چند کانال اختصاص میدی که با آذری برنامه پخش کنه آذری که نه زبان آذری شوربختانه از بین رفته زبان ترکی زبان بیگانگان این زبان ترکی زبان مردم آذربایجان نیستش که خود زبان آذربایجانی زبانی بوده که شوربختانه الان یکی دو تا از روستاهای آذربایجان بیشتر اونو تکلم نمیکنه این زبان زبان بیگانه است اصلا زبان بیگانه هم نباشه چون زبان کردی که بیگانه نیست بخشی از زبان اوستایی و یکی از لحجه های روستایی زبان اوستایی است که الان به جایی مونده خب حتی این میخوام بگم در برابر زبان پارسی اینها همه در آینده خطرناک میشه چون میخوام بولش کنم وقتی شما یه رسانه هایی میذارید در داخلشون به زبان ترکی صحبت کنن فردا طرف قاضی پور میگه آقا کل ایران کل جغرافی های سیاسی ایران ما باید تلویزیون سرسری داشته باشیم چرا چون اگه ترکی مثلا در مشهد بود ترکی در خوزستان بود اونم بتونه ترکی گوش کنه حاصل این داستان چی میشه بعد از دو سه نسل رسما ما طلاق عاطفی داریم دیگه در یک شهر دو تا آدمی که تحصیل کرده هستن زبون همدیگر رو نمیفهمن مثل آقای محمد حضرت و خالد حاتمی خب اینا مسئله که ما باید در نظر بگیریم محکم باید تو این قضیه وایساد و اگر وای نسیم آینده رو دارم بهتون میگم وحشتناکه اگر امروز محمد حضرت پورا که جریانات تجزیه طلبی که اتفاقا یکی از حامیان لیدرهای پاندور که تراکتور سازی ایشونه که در ورزشگاه ها خلیج عربی و اینا رو سر بدن همین تخمه جن آقای محمد حضرت پوره همین حرام لقمه است همین زنازاده است که داره توهین میکنه به شهدا و توهین میکنه به خونهایی که ریخته شد که همچنان ما به این جغرافی های مقدس بگیم ایران اینها دارن خیابل هم میان در پوشش چی؟ در پوشش دفاع از آقای خامنه ای هر کی هر غلطی تو اون مملکت میخواد بکنه دو تا مقام معظم رهبری میندازه تو دهنش چهار تا دفاع از شهدا و خون شهدا میکنه و تیشه برمیداره و به ریشه مام وطن و یک پارچگی ایران میزنه بالاترین گناه گناهی است که شما در برابر یک پارچگی یک ملت بیسی از ترور دانشمند هسته ای و غیرم گناهش بالاتره نه این جمهوری اسلامی کی میخواد بفهمه آقای بچه مذهبی آقای بچه ازباللهی شما که دیگه دهن ما رو سرویس کردی سر دین و مذهب و چادر و اینا رو کردی تو چشمون سر این مسئله تمامیت ارزی اگر محکم وای نستی نه تو میمانی و نه ایران ما اون بخشی که تو نمیمونی که فده یه تار مومون که نمیمونی حرسمون از این در مدی که ایران نمیمونه حداقل به خاطر نمیگم به خاطر ایران به خاطر اینکه مملکت امام زمان از دست ندی شما چون میگین مملکت مال امام زمان برای همون جلوی حضرت پور وایسا که حداقل شما حالا با هر نیتی که وای میسی حداقل نظر فیزیکی کشور ما حفظ بشه اینجوری کشور ما نابود میشه نگاه کنید هنوز هیچ چی نشده تو یه شهر زبان همدیگه رو نمیفهمن بعد تخم هنوما به ما میگن ببخشید من از این جمله زیاد رسو میگم واقعا عصبی هم. بعد به ما میگن که آی تو چرا به زبان های محلی احترام نمیذاری چون دارم آیندهشو میبینم استاد کسروی 100 سال پیش آینده این قضایا رو دید که اومد و زیر پای رضاشاه بزرگ نشست و رضاشاه فرهنگستان ادب پارسی رو را انداخت و شروع کرد برای بولد کردن زبان پارسی و آقام به لیلی این جریانات قومگرا که زبانهای خودشون رو میخواستن هم نداد اجازه نمیده به اینا روزنامه داشته باشن جمهوری اسلامی روزنامه مجله تلبل فکر میکنه کار درستی داره میکنه جمهوری اسلامی همونطور که در اقتدار نظامی در 400 سال گذشته بی نظیر بوده در این که باعث این شده جریان تجزیه طلبی نه این که به وجود بیاد جریان تجزیه طلبی صد سال وجود داره ولی باعث شده جریان تجزیه طلبی بسیار قدرتمند بشه و پررنگ بشه و کارش به جایی برسه که ما در زمان شاه تجزیه طلبی خیلی زیاد بودن اما در دولت شاه خداییش راه پیدا ببین ما در دولت شاه بهایی داشتیم فراماسون داشتیم نفوذی اسرائیل داشتیم من قبول دارم خداییش دیگه تجزیه طلب قمگرا نداشتیم الان نصفه. نصف نصف چه ارز کنم هفتاد درصد مجلس ما قومگران اینا فاجعه است جمهوری اسلامی در این داستان یکی از بیلیاقت ترین حکومت های تاریخ ماست که این چنین آقا به لیلی جرمت و تجزیه طلبی گذاشته و امیدوارم دوستان مذهبی که مسئول هستن در این حکومت به خودشون بیان صحنه رو ببینید دیگه و این تازه روزگار خوشمون ها باور کنید در ارومیه جنگ های داخلی رخ بده کشتاری بشه در ارومیه چنان هم رو بکشن این کردها و ترک های عزیز ما ترک ما نداریم آذری کردها و آذری ما چنان هم رو بکشن که اون سرش نپیدا هر چه زودتر ما بایستی به سوی همگونسازی و یک رنگ کردن فرهنگ مشترک نام زبان پارسیه بریم ولی اگر بخوایم به سمت بومیسازی و اینا بریم بومیسازی شهر به شهر بریم نابودیم باید به سمت همگونسازی سازی بریم باید شروع که الان یه محمد حضرت بود باید تبعید بشه بره در سیستان بلوچستان یا بره در مشهد اصلا جاهای خوشاب و هوا باید بره جای دیگه در آذربایجان این نباید زندگی کنه چون هر چقدر تو آذربایجان باشه این تعصبات قومیش هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد و این خطرناکه اصلا باید بیفته زندان شوخی نداریم تو این زمین رو ببینید من این جمله رو تموم میکنم ما در این داستان ها سه جریان کلی فکری داریم یک جریان اینترناسیونالیس هستن که اینها رسما تفریطن میگن آقا همه چی جهان گور پدر مرز و فلان و خطوط مرزی و کشور و ملیت و اینا ما همه انسانی ما از این چرتا پرتا که اینها جهان وطنی هستن که من به اینا میگم تفرید تفرید میکنن یک جریان افراد داریم که اینا میگن قوم من لباس من زبان من زبان های محلی و لباس محلی و اینای من و این نمیفهمن که این باعث عقب افتادگی یک کشور میشه به اینا میگن جریانات افراتی بهشون میگن ناسیونالیست های قومی البته به صورت عرفی میگن نه اکادمیک یه جریان دیگه داریم که ماهایی ملیگرا هستیم ناسیونالیسم ملی رو میگیم نه ناسیونالیسم قومی ناسیونالیسم ملی آری قومگرایی و ناسیونالیسم قومی نه پس جریان جهان وطنی میشه تفرید جریان قومگرا و این افرادی مثل محمد حضرت پور و قاضی پور و این جک و جونورا اینا میشن افراد و تنها جریانی که از اعتدال داره میگه ماها هستیم که در راستای ناسیونالیسم قومی چی ناسیونالیسم ملی علیه ناسیونالیسم قومی صحبت میکنیم علیه جریان تفریط جهان وطنی صحبت میکنیم بنابراین ناسیونالیسم ملی آری ناسیونالیسم قومی نه اصلا وحشتناکه جلوشا بر رو باید گیره باید به زندان کشید اینا رو باید پدرشون رو در آورد الان آقای حضرت پور همچین شکری میخوره اون دفعه این امام جمعه خرمشهر شکر دیگه خورده بود این همه ما شهید دادیم بعد مردک میاد میگه اینجا نامش است صدام این همه به ما حمله کرد که بگه خرمشهر نامش محمر است نتونست حالا ببین امام جمعه ای که از بیت رهبری بالا میشه میاد اونجا که همچین حرفی میزنه ببینید تجزیه طلبا همه جا رو گرفتن و خیلی بد مراقب باشی من این صحبت رو تموم میکنم امیدوارم این آقای حضرت پور هر چه زودتر برکنار و محاکمه بشه به خاطر همین برخوردی که داشته مرتی که با اون خندهای کسافتش حالمو به هم زد زن. زنده باشید ببخشید من واقعا پوزش میخوام جلو خودمونه من من یه پارچه از احساساتم تو این زمینا و جلو خودم رو در این حوزه ها نمیتونم بگیرم پاینده ایران بدرود